موضوع دروغ موضوع باور انسان هست در یک ارتباط به واقعیت و یا بیان واقعیت. یعنی ما فرضمون بر این است که روزی که یه چیزی واقعیت است که انسان‌ها با ملاک‌های مشترکشون همه تقریباً به اون نتیجه میرسن. یعنی شما فرض کنید وارد یه مهمانی میشید، میگه چند نفر اینجا، میشمارید میگه 18 نفر. بنابراین جمله درست این است که اینجا همکنون 18 نفر مهمان هستن. دروغش وقتی است که بگید 20 نفرن یا 15 نفرن. بنابراین یه مفهوم دروغ در حقیقت گزارش یا بیانه، چون دروغ به هر حال یک استیتمنت، یه جمله است که با واقعیت مرتبطه یا نیست. حالا در اینجا دو تا نکته وجود داره. درباره واقعیت یه واقعیت بیشتر ما نداریم، یعنی اینجا یا 18 تا یا 17 تا یا 16 تا نمیتونه متفاوت بشه. اشکال کار این است که مواردی هست که موضوع واقعیت نیست، بلکه عقیده و نظره و در اونجا میتونه تفاوت باشه. یعنی شما 18 نفر رو زیاد یا 18 نفر رو کم بدونید، اینا رو مهمانان بسیار زیادی و نامناسب بینید یا به مهمانان مناسب بینید با توجه به هر چیزی که ملاک شماست. بنابراین اولا باید بحث عقیده رو با واقعیت جدا کرد. دوم، بسیاری از مردم واقعیت رو آنگونه که حس و احساس میکنن بیان میکنن. اشکال کار این است که خیلی از اوقات حس و احساس و عقیده و نظرشون غلطه. یعنی مطالعات نشون میده که بسیاری از اوقات وقتی من شما واقعیت رو بیان میکنیم، واقعا اون چیزی رو که میگیم باور داریم، عقیده داریم، نظر داریم، ولی باور و اعتقاد و نظر و عقیده ما غلطه اون زمانی که به واقعیت مرتبطه. یعنی اینجاست که نشون میده ما یه ملاکایی میخوایم که بتونیم اون رو اندازه‌گیری کنیم و این هیچ چیزی نیاز در حقیقت سنجش به وسیله ابزاری که واقعیت رو ارزیابی میکنه نیست. یعنی اگر بی کسی من گفت تو اون اتاق شاید 40 نفر مهمونن، میگم بیا بریم و بشماریم، و وقتی رفتیم و شمردیم دیدیم 18 نفرن، تکلیف کار روشنه. یعنی ما برای کشف این که واقعیت چه هست باید از همون ابزار با یه دقتی و از ابزارهای تایید کننده استفاده کنیم تا مطمئن بشیم گزارشی که از واقعیت ها داریم میدیم درسته. حالا بسیار از اوقات افراد از کودکی متاسفانه در دنیای ذهن و خیال خودشون یه فعالیت‌های بیش از اندازه دارن و به جای این که در ذهنشون به دنبال گزارشی از واقعیت یا واقعیت بگردن، به انتظار یا توقع یا احساسات یا باورها یا تخیلشون نگاه میکنن و اونجاست که ماجرا فرقه. درست مثل بچه های کوچک که با دوستای خیالی بازی میکنن و یا احتمالا میتونن وانمود کنن که رفتن مهمونی و طرف داره چای بهشون تعارف میکنه و از دست او میگیرن در حالی که هیچ چیز در کار نیست و میخورن و ادای دو تا آدمی رو در میارن که به هم چای تعارف میکنن و با هم چای مصرف میکنن یا مینوشن. این اون چیزیست که متاسفانه برخلاف ادامه پیدا میکنه. یعنی افرادی هستن که اصولا تخیلشون رو با واقعیت یکی میگیرن و از اونجا گرفتاری است. حالا مطلب دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که هر واقعیتی ده ها قسمت داره. یعنی شما وقتی بخواید بگید فرض کنید امریکا یا یک حادثه خوب و بدش چه است، شما میتونید به یه جنبهش نگاه کنید، دیگری به جنبه دیگه، شما نتیجه خوب بگیرید و دیگری نتیجه بد. بنابراین در اینجا فقط کمک میشه کرد که ما به کل موضوع نگاه کنیم یا اهمیت یا درصد موضوع ها رو در میان بگیریم. و بالاخره آخرین مسئله، افرادی هستن که اصولا تصورشون اینه که من همیشه باید حرفی بزنم که انتظار است یا احتیاج است و یا صلاح است و کاری به این ندارم که واقعیت چیه. بنابراین هر وقت از من چیزی رو بپرسن، من جوابی میدم که اونا انتظار دارن. و به همجاست که شما به راحتی میتونید این پایین و بالا رفتن آدم ها رو در گزارش واقعیت ها که برمیگردن میگن فرض کن جواد آقا مرد خوبی است، بعد شما میگید اینجوری کرد، نه خوب نگفتم تو این زمینه، تو اون زمینه، و میرن و موضوع رو عوض میکنن، به یک بار تبدیل به کسی دیگه میشن، هم روبرو میشن. حالا حقیقت یعنی چی؟ لغت دروغ شما تطابق شناخت با واقعیت، یعنی نظر من، عقیده من، باور من با واقعیت. یعنی الان ساعت 4:04 است در روز سه‌شنبه. شما نمیتونید بگید شاید پنجشنبه باشه، جمعه باشه. روزی که ما یه توافقی درباره روزهای هفته میکنیم و ساعت میکنیم نزدیک به اینیم. حالا اگر سر 4 دقیقه و 4 ساعت 4 و 4 دقیقه و
17 ثانیه یا 18 ثانیه باشه به دلیل اینکه در همین گفتگو این ثانیه ها عوض میشن میشه اختلاف داشت. ولی نمیشه امروز گفت سه شنبه است. چون ببینید نسبی کردن این مسئله خطرناکه. ولی اگر فرض کنید همه آدما رو وردیم و ساعت رو بهشون نشون دادیم و یا از همه آدما پرسیدیم ساعت چنده و تقریبا حدود 4 و 5 دقیقه گفتن، ما به این نتیجه رسیدیم که ساعت 4 و 5 دقیقه است. ولی اینکه 4 و 5 دقیقه و 1/18 ثانیه هست یا نیست میتونه مورد اختلاف باشه. یکی این است که من و شما توان دیدن ساعت رو داشته باشیم، نه اینکه حدس بزنیم ساعت چنده. چون ببینید بسیاری از مردم دنیا ساعت دستشون نیست و میگه الان چنده، یکی میگه 3، یکی میگه 4، یکی میگه 5. این شماره یک. دو، موضوع دیگری که وجود داره این هست که آدما نترسن برای بیان واقعیت. چون این ریشه اصلی دروغ ترسه. یعنی هیچ عاملی به اندازه ترس سبب این نمیشه که آدم دروغ بگه. خب همیشه ببینید شما میتونید رابطه علت و معلول رو پیش ببرید، ولی عامل اصلی ترسه. چون آدما میتونن دانا هم باشن بهتر. شما اگر یه کسی با تفنگ اومد بالای سرتون و میترسید که میتونید بگید ریشه فرض کنید ترس من نادانیه، من نه اتفاقا دانایی شماست. و همینجاست که بچهای کوچیک که نادانن در دو سالگی از خیابون نمیترسن، از این خیابون میرن اونور. ولی بچه وقتی 3 ساله شد چون باهوشتر میشه خطر رو حس میکنه میسته و از دست پدر مادرش رو رها نمیکنه. نه، موضوع به این راحتی ها علت و معلولی نیست. یعنی ماجرای دروغ ماجرایی است که یک در ارتباط با واقعیت یه مقدار دقت رو میخواد. من میگم که فرض کنید دو تا مهندس یا دو تا دندانپزشک وقتی با هم درباره دندان یا درباره یه موضوع فنی صحبت میکنن، شما میبینید از 1000 نفر 990 تاشون با هم توافق دارن. ولی وقتی شما بحث سیاسی یا مذهبی میکنید به یک بار همه چیز به هم میریزه، چون اونجا زمینای احساسی و عاطفی و باورها وارد صحنه میشن. حالا در یه جامعه مانند ایران اینجا مهمه. ما یه فرهنگی داریم که این فرهنگ همیشه به نوعی، یعنی راه و روش زندگی و راه و روش غالب زندگی برای ما یه مقدار غریبه بوده. شما نگاه کنید به سیستم سیاسی نگاه کنید. قبل از پهلوی ها 1000 سال حکومت ایران 950 سالش گروه های مهاجمی که با کشتن وارد ایران شدن حکام بودن. نه. نگاه کنید بدون اینکه قصد مصدر موافق و مخالفش باشم، دینی که مردم انتخاب کردن دین خارجی است، زبانی که این دین داره خارجی است، گفتگویی که در حقیقت میکنن وقتی خیلی مفید و مؤثر و جالب و جاذبه که زبانش خارجی باشه، نگاهی که ما به همدیگه میکنیم اینه که من در خانم، اینجا خانه من نیست، اینجا خانه پدرمه، حتی مادر من هم در اینجا حقی نداره و بنابراین پدر من میتونه من و مادرم رو از خونه بندازه بیرون. تازه منی که فرزند این پدر و مادرم و بیشتر من تحت تأثیر مادر و از مادرم، از تخمک گرفته که سهم بیشتر رو مادر داره، از 9 ماهی که در شکم بودم بعد میام به اینجا به دلیل قوانین من مال مادرم نیستم، پدرم میتونه منو برداره بره، هرگزم این ارتباط رو ممکن نکنه. همه اینا رو وقتی شما میرسید یه فرهنگ و بعد همه دارن راجع به خدا دروغ میگن. یعنی خدا اینجوری گفت و مقصود خدا این بود. اخیراً هم که برنامه تلویزیونی بقیه پیروان ادیان راه افتادن یه چیزای راجع به خدا میگن که گویی آدم عادی معمولی، برخی از اون بسیار کم سواد و خیلی هم بی معنی درباره موضوع اظهار عقیده و نظر میکنن و همین راحت و آسونی به خدا، خدا اینو گفت، خدا اونو گفت، گویی که اصلا خدا خودشونن یا اصلا یه جوری خدا داره از طریق زبان اونها حرفا رو پخش میکنه. بعدم حرفای بی معنی، حرفای بی پایه، حرفای پر از حتی فریب و دروغ برای اثبات عقیده غلطشون که خودشون حتی معلومه، چون کوشش میکنن بگن دروغه. یعنی شما یه جامعه رو برو میشید که همه چیز تو این قالب میره، بعد شما رو میگیرن به خاطر هر چیزی، از بد لباسی گرفته یا بد حجابی گرفته یا اینکه شما حرفی زدید، حالا شما درگیر یه عالمه دروغ میشید. بعد وقتی شما رو گرفتن، پدر یا عموی شما که میان شما رو نجات بدن، تازه باید یه مقدار حتی به شما کرسن درقی هم تو گوشتون بزنن که پسر چه کردی، برای که به اونا نشون بدن که من خودم تنبیهش میکنم و ما هم از دستش عصبانی هستیم و ما مثل اون نیستیم، پس حالا که میگیم آزادش کنید یه پولی هم به شما میدیم آزادش کنید. یعنی همش بازی. بعد یه ده صبح تو غروب بچسبن به این که خدا اینجوری میخواد و خدا اونجوری میخواد و بعدم اعلام شما بکنید که ما مثلا آزادترین کشور دنیاییم، بعد اصلا زن در این جامعه است که بالاترین مقام رو داره، بهش زیر پای مادرانه ولی خودشون در جهنم زندگی میکنن زیرا بهش زیر پاشونه.
شما این همه بازی و فریب رو چی کار میتونید بکنید؟ بنابراین اون حرف شما از کجا باید شروع کنیم؟ برمیگرده به هر چیزی که هست. یعنی من چند تا نتیجه رو باید بگیرم که راستگویی برای من و برای دیگران فایده داره و خوبه و درسته. بپذیرم که من میتونم با گفتن حقیقت اینجا اونجا آسیب ببینم، ولی ببینم، برای که در مجموع من راحتترم و بهترم و برندم. من وقتی که از یه امکانات و فرصتهای برخوردار هستم دیگه محتاج و متملق و چاپلوس و دروغگو بار نمیام. از همه اینا گذشته، هر کسی در جایگاه خودش میتونه در حد خودش کوشش کنه که با واقعیت بیشتر آشنا بشه، واقعیت بیان کنه. من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، من دلیل اصلی که این برنامه ها رو دارم این است که دلم میخواد هموطنان و همزبانان خوب و عزیز در حدی که به هر حال به عنوان یه آدم به من مربوطه با واقعیت آشنا بشن. و دوم، حداقل دوستان میدونن که من رو خط رادیو تلویزیون چیزی رو میگم که احساس میکنم، پنهانم نمیکنم، وانمودم نمیکنم. هرگزم در این 12 سال و 10 ماه که روی خط رادیو حداقل بودم یا تلویزیون بودم، حسم و احساسم و عقیدم و بیان کردم. به درست و غلط و خوب و بدش کاری ندارم، ولی همین بوده که هست. و شاید یه دلیل این که برخی از دوستان به هر حال به این برنامه توجه یا محبتی دارن به خاطر این است که میگن خیلی خب، این آدم وقتی که حرفشو میزنه، حرفی رو که احساس میکنه میزنه، تکلیف ما باش روشنه. و ای بسا از نظر برخی این یکی از امتیازات شاید این برنامه بوده. به همجاست که بازم از شنوندگان خوب و عزیز که رو خط میان امید و انتظار بیان حقیقت رو دارم. و اون زمانی که بیان واقعیت و حقیقت رو به نظر من به گونه‌ای ارائه میدن که با هم همخوانی نداره، مثل دوستان امروز یا برنامه‌های دیگه، کوشش میکنم ازشون بپرسم که خاطرم آسوده بشه واقعیت و حقیقت کدام است، و اونا اون رو تایید کنن و یا به نوعی تقویتش کنن که تکلیف کار در بسیاری از موارد روشن میشه. حتی اگر وقتی اظهار عقیده ای میکنن که به نظر من درست نیست، درست مثل یک فرض کنین دختر خانم که همین امروز اشاره کرد که اون دواهای نمیدونم گیاهی بهتر است، نه نیست، خیلی راحت، هیچ کوتاه هم نمیام، در حالی که اظهار عقیده و نظر ایشونه، ولی من نمیخوام حرفی رو خط رادیو پخش بشه که از نظر من واقعیت نداره، برای که تو این برنامه است و منم فرصت اینو دارم که نظر متفاوتمو ابراز کنم، دنبالش هم نمیگیرم. ولی حداقل هر کسی که بشنوه متوجه میشه که ایشون این عقیده رو داره و من عقیده دیگری دارم، ولی پنهان نمیکنم. بعدم به خاطر اینکه دیلی بلالا ایشون بگذارم چون گفته میخوام خودمو بکشم، حالا نمیام حرف بد و غلط ایشون رو تایید کنم. چون ببینید گرفتاری ما از اینجاست. یه اصولی رو من شما اگر بپذیریم و ضمناً امکان حفظ و نگهداریش رو داشته باشیم، من رو خط رادیو این امکان رو دارم اگر بخوام. ممکنه دوستان دیگه ای باشن رو خط رادیو تلویزیون که فکر کنن بهتران است که به گونه ای که مردم انتظار دارن حرف بزنن، ولی خب اون نظر اونهاست، من نظرم چنین نیست. ولی من این فرصت رو دارم، این اجازه رو هم به نوعی از شنونده و از کسانی که تصمیم درباره این برنامه میگیرند دارم که بتونم حرفم رو بزنم. و در این زمینه هم هرگز ما موضوع و مسئله و مشکلی روبرو نشدم. ولی اینکه چه میشه کرد، خیلی از وقت خیلی کارا میشه کرد. شما روزی که فرض کنید وسایل ارتباط جمعی در اختیارتون باشه، این بازی همینجوری حرفا رو به خدا و پیغمبر خدا نسبت دادن و دروغ سرهم کردن که نمیشه گفت، هم این همه بحثای بیخودی سیاسی عجیب و غریبه که نمیشه کرد، همه جا کم و بیش هست. ولی ببینید اشکال کاری که در فرهنگ ما وجود داره این است که دروغ برای ما حدی نداره. در امریکا به نظر من شما وقتی با سیاستمدارا حرف میزنن، یه دفعه متوجه میشید 2%، 5%، 10%، 20%، 40%، 90% حرفشون دروغ. کاملا میشه فهمید، یعنی از 1% شروع میشه تا 99%، ولی یه رنجی هست که بیشترشون در حد 5%، 10%، 20% یه چیزی رو سرهم میکنن، یه چیزی رو معلومه پنهان میکنن، به یه چیزی توجه میکنن. و اما شما برخی از اوقات وقتی با دوستان ایرانی، چه اونایی که سر کارن چه اونایی که ما رو سر کار گذاشتن، یعنی ماهایی که سر کار گذاشتنمون، یه دفعه 90% همه حرفای ما دروغه، یعنی اصلا باور نکردنیست. و اصلا این استدلال رو که مثلا سیاسیون دروغ میگن رو در میان حکام ایران اینو پذیرفتن، ولی حدش رو نمیدونستن. بنابراین خیلی راحت برمیگردم که ما مثلا فرض کنید زندانی سیاسی نداریم، خب این تعریف خودشونه، ما بیش از هر جای دیگه آزادی. بسیار، اصلا کشور ما اینقدر در حال پیشرفته که ما مدیریت جهانی داریم، کشورهای دیگه ما میگن بیاد به ما بگید ما چوری کشورمون اداره کن. خب مقام و جایگاهی که زن داره رو هیچ، عزیز شما روزی که به خودتون اجازه میدید که فکر کنید چون دروغ نسبتا آزاده ولی دیگه حد نداره، گرفت همه چیز درصده. من بارها عرض کردم مثلا علم هیچ چیز جز درصد و اندازه ها نیست. اما اینکه من شما چیکار میتونیم بکنیم،
همین گفتگوها رو. من بیش از این مقلم